میگن که این ضرب المثل آذربایجانی است، میگن که در موقع خرید تکه حاشیه آن را خوب نگاه کن و در موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقیق کن. ضرب المثل آذربایجانی. سلام اقبال گلستم جان، شما از کجا میکنین این ضرب المثل را؟ دوستا هم کمک میکنن، روان میکنن و همچنان اینجا کتاب هاییست که از استادا و دانشمندان نوشته شده، نمی ضرب المثل ها جمع آوری شده و از اونها هم میگیریم. بله. و یگان ضرب المثل هایی که خود ما در طول عمر خود که از مادرای خود از کلاناز دوستا شنیدیم، بله، اونا را هم به حساب بیرونویس میکنیم، میاریم سرش صحبت میکنیم، بینندای ما تلفن میکنن، اونا هم یک هفته منتظر برنامه خود میشینن و ضرب المثل های بسیار جالب و خوب اونا. بله، ما شما بسیار ضرب المثل های قدیم داریم. بله. مثلا میگن تف نرسی جوش آمد. و دیگه چی میگن؟ بسیار اینا مشهور هست، میگن چاکن در چاس. بله. خب تلفن ها روشن است، به اجازه تان بگیریم. بفرمایید. تلویزیون نور سلام بفرمایید. بیننده عزیز روی خط تلفن هستین. خانم گلسوم سلام بر خودت و بر هنرمند بسیار مشهور و گزارشنی حیدا سلیم جان تقدیم است. سلام بر شما. میخواستم یک چند ضرب المثل براتون بگویم. من سلام خودم بر شما تقدیم میکنم، خدا کنه که جور و ساعت باشه. سلام بیننده عزیز، بر شما هم بفرمایید، ما میشنویم. بفرمایید. اثر کلم در سردار شو. بسیار خوب. جایی که سنگ است به پای لنگ است. بله. یک طفل کلان کردن یک شهر آباد کردن است. بله. قصاب قصابی میکنه، کلبچه روز خودگم میکنه. راست میگن. بله بله. بسیار خوب. بسیار بسیار تشکر بیننده عزیز. گفتن جواب بی پیر بد مذهب می دهد. اینش بسیار خوب. بله بله. روغن که از خانه سرکار بریزد دامن خدا بگیر. تا گشاده گرم می شود دل خواهند دو می شود. راست میگن. بله بله. تشکر. نام خدا. بسیار تشکر از شما بیننده گرامی. خداحافظ. خداحافظ شما. بیننده عزیز سلام بر شما. بیننده عزیز سلام بر شما، بفرمایید اگر آواز تلویزیونتان خاموش نگاه کنین. خاموش است گلسوم جان. سلام برسه برتان. سلام بر شما خوار نازنین، خوب هستین؟ زنده باشین و همچنان سلام ما برای در جان نازنین ناز تقدیم میکنم. سلام خوارک گل، چطور هستین؟ خوب هستین؟ تشکر ای در جان، لطف شما است. شما روشن که شما رو ببینیم. تشکر تشکر. روی تلویزیون جور ساعت من لطف شماست. ما بسیار خوش شدم صدایتان رو بشنوم. زنده باشین گلسوم جان نازنین. یک خودت از ایدر جان یک سوال کردی که گفتی تا چی وقت هم میخوانین، خبر ندارین که گفتن که راز مردا پوشیده است. بسیار خوب، یام یک ضرب المثل هست. دیگه گفتن که با خرابات نشینان ز کرامات ملاف، از سخن جای و نقطه مکانی دارد. بسیار عالی. و دیگه گفتن صد روز در زندان باشی یک روز با آدم نادان نی. بسیار عالی. چیزی که گفتن چیزی که چیز آسیا کند است و چیزی گندم تر است. عاشق همیشه سرگردان و آواره است. دیگ که خام می شود پخته می شود، مگم آدمی که خام می شود پخته نمی شود. بسیار عالی. ملخه که یک بار جستی دو بار جستی آخر بدستی. بله. تلاش به جا جایی را نمیگیره. و دیگه گفته که ملاوی قطاله میخواستم دمیراجی به ملاوی قطاله برتون یک فکویگه کن بویم که در جان هم خنده کنم. بفرماین بفرماین. میگم یک روز یک طفلک مادرش گم شده بود، رفته بود خانه کل خیشای خود گشته بود و نیافته بود. خانه مامای خود رفته بود، گفته ماما جان مادر اینجا نیست. گفته نه بچه مادرت اینجا نیست. بالاخره داری وریش یک مسجد آمده، چشمم بچگک در مسجد افتاده. رفته بر ملا گفته، گفته ملا صاحب ملا صاحب مادر اینجا نیست. گفته بچه ملا قطالی. خوب بسیار خوب. تشکر خوار نازنین. از کجا تلفن میکنین شما؟ رویا هستم از کانادا گلسوم نازنین زنگ. رویا جان تشکر از تلفنتان، از محبتتان تشکر قندم. قابل تشکر نیست، وقت تا زیاد نمیگیم منطقه بسیار زیاد مسئله دارم. میخواییم وقت بردگام بتوم اترام خدا برای فامیل ایدر جان هم تقدیم میکنم. تشکر بسیار تشکر. خوش برتان میخواییم پرگرامتان بی حد امشب ناز و مقبول و مقبولتر و بلاخره چراغان است. تشکر جانم. تشکر تشکر کنم بر شما همچنان. تشکر نازنین. زنده باشین. ریاکای مقبولتان هم میبوسم. خداحافظ. تشکر جانم. خداحافظ شما. خداحافظ. ایده جان میگن سخن اگر زر است خاموشی گوهر است. بله. سخن اگر زر است خاموشی گوهر است. بله. سخن بد زود پخش میگردد.
یک چیز واضحه است. متوجه هستی؟ خدای نخواست اینم خیا گپی که میشه باز نام خدا و دیگه پخش میشه و نشر میشه و پرداست داده میشه و ببینیم تلفن بگیریم. تلویزیون نور سلام بفرمایید. بیننده عزیز روی خط تلفن هستین. بله بفرمایید. بیننده عزیز روی خط تلفن هستین. سلام بر شما. سلام علیکم، خوب هستین؟ تشکر، زنده باشین. بفرمایید. من میدی عباسی هستم از ویژینیا زنگ زدم. میدی جان شما خوب هستین؟ خوب هستین. سلامت باشین. بفرمایید. سلام علیکم. سوز میدی جان سلام، چطور هستی؟ ساعتت خوب؟ خودت چطور هستی؟ خوب؟ کلگی شکر خوب هستن؟ بابا جان، مادر جان، کلگی خوب؟ اما که زنده باشین. بسیار زیاد خوش شدم که شما در روی تلویزیون دیدم تانا. اوکی، تشکر میدی جان. بسیار جانم، همچنان روز ونسندر با شما تشکری میکدم. تشکر، از خود بسیار بسیار خوب هستین. تشکر، کلگی را سلام. تشکر، قندول، کلگی را سلام بگوی قاسم جان و دوستا و امگیر هاشم جان، کلگی را صرف احترام تقدیم کنی جان. زنده باشین. روز خوش بخیر. تشکر جان. تشکر بیننده گرامی، یک جان ممنونتم. خب ایدر جان گل، سوال دیگه از شما میکنم که این مربوط خود شما میباشه. نام خداشون، چون که شما 35 سال از آوازخوانی میکنین و هنرتان یعنی واقعا قابل قدر است، استعداد شما و کارهای هنری شما اما میفهمن شما موفق هستین. شما خودتان راز موفقیتتان در خود چیم، در چی میبینین؟ گلسوم جان، من فکر میکنم که یک هنرمند وقت موفق میباشه در بین مردم خود با هنر خود که امرای مردم خود گفته امریکایی نایس باشه و غرور نداشته باشه، به خاطر که یگانه چیزی که یعنی هنر انسان گلسوم جان پایین میاره و مردم در مقابلش نارام میسازه، مغرور بودن است. البته یعنی مغرور بودن به این معنا نیست که فرزند یک هنرمند فرزند هر جای نمیخونه، بله، یا نمیخواد در جای حاضر شود، به خاطر او این است که فرزند خدای نخواسته مردم فکر کنه که این دماغ داره یا بسیار مغرور است یا بسیار خودساز است، بله، که نمیخواد که در جای حاضر شود بخونه، به خاطر که هر هنرمند از خود یک استایل داره. رسمان. فرزن نمیتونه که فرزن در هر جای حاضر شوه بخونه. بله. و بعضی هنرمند هسته که حاضر میشن میخونن. و ما فکر میکنم که بهترین چیز به هنرمند که هنرمند به بالا میرسانه ایست که هنرمند بسیار متی باشه. بله. و بسیار خصوصا در مقابل مردم خود. و غرور نداشته باشه و احترام مردم خود داشته باشه و به مردم خود از درون قلب خود بخونه. این چیز بسیار مهم است. خب پس همین مردم شما را میشنواده، وقتی گفتی شما با مردمتان نباشین پس مردم با شما نمیباشن. همین مردم است که هنرمندای ما قدر زحمت میکشن، آواز میخوانن و کل عمر خودم، مثلا شما، ما شاید پسندتر از شما بپرسم در کنار آوازخوانی شما کدام شغل دیگری داری ندارین؟ مگم امو شغل اول را که شما انتخاب کردین آوازخوانی است. ما میخوایم یک کمک دیگام بسیار کوتاه سر این موضوع گپ بزنم. شما گلسوم جان دیدین که ما به این خاطر نمیگم که من تعریف خودم میکنم. بله. ما خودم همیشه وقتی که در پروگرام هایم رفتیم، بله، ما به مردم بازی ندادیم که خدای نخواسته، اما تو برشان خواندیم که خدا شایده واید است وقتی که ما پس از پروگرام آمدیم بخوانیم شما قبول کنین که یعنی قلب ما را درد گرفته، به خاطر که یعنی اتو مردم بازی ندادیم یا فرزند اتو نخواستیم که خودت تیر کنم فرزند، خواندن دلم نشه یا فرزند نغمه تیر کنم یا فرزند مردم بازی بتم،
هیچ وقتی نشده. همیشه از درون قلب مردم خواندیم و همون چیزی که یاد داشتیم برشون خواندیم. از اون خاطر من ایره متحقن هستم که مرا مردمم دوست داره و من راستی افتخارم تمام مردم افغانستان است و من راستی به مردم افتخار میکنم که تا این از وقتی که ما شروع کردیم تا آل مرا به مو رقم اولی که ما فرزند شروع کردیم اما قبل ما یا علاقه داشتن اخلاص داشتن فضل خداوند به می سنام رسیدیم و اون موقع احساس مردم در مقابل ما کم نشد. بسیار خوب بسیار خوب و ما این شکرگزاری را از خداوند میکنم. تشکر از جان گل. بسیار خوب خب وقت یک وقفه کوتاه تجارتی هم شما میخوام یک آهنگ دیگه شما رو بشنویم که وقتی که از وقفه برگشتیم آهنگتان رو میخوایم بپرسیم که می آهنگ مریم مریم میخوایم پخش کنیم. سر از یکی دو سوال داریم که شما کمک روشنی پر چرا اول میخواین سوال کنین یا اول نخیر باید بریم یک وقفه وقتی که از آهنگ پس آمدین از زار دفعه بینندگان عزیز با ما باشین دوباره برمیگردیم.